سرچشمه فین بین که در آن آب روان است. نه آب روان است که جان است و روان است. گویی که مگر روح زمین در غلیان است. در غلیان است این روح زمان است. هزار سال، 2000 سال، 3000 سال، نه 6000 سال است که حکایت بودن و ماندن مکرر می شود با ذره ذره این آب که از دل زمین می جوشد و مدام روان است. سیلک راز کهن بودن عشق در بستر این خاک است و دلیلش حضور این آب، این آبی که می رود، این آب که نغمه خوشگوار زیستن را در پس هر مرگزشتی، پس هر قحطی، تجاوز و زلزله مدام تکرار کرده، این آب. در فین که می نگری، ردی هزاران ساله می یابی از حضور قاطع آدمی در پی تداوم خیش. سیلک و بعد کاشان زندگانی ها کردند از ثمره این آب، و این آب سنگین، صبور و شادمان و خداگاه از کردوکار خیش همچنان مسیر حیات بخشش را بی ادعا ادامه می دهد هر صبح و هر شام. در اواخر هزاره ششم در سرزمین حاصلخیز رسوبی در جوار کوهستان و حاشیه کویر مرکزی اولین استقرارها در ناحیه سیلک شناسایی شده است. یکی از مهمترین عوامل این امر که موجب استقرار طولانی در این ناحیه گردیده را میتوان وجود چشمه فین یا چشمه سلیمان در 2 کیلومتری این ناحیه ذکر کرد. قدیمی‌ترین منبعی که در مورد تاریخ فین و آب‌های آن اشاراتی دارد، تاریخ قم است و پایه‌گذاری آن را از منظری اساطیری بررسی می‌کند. در این کتاب آمده است: فین آن را بشتاس بنا کرد و در آن وقت که با ارجاس ملک ترک کارزار کرد و کاریزهای آن دیه را با اشارت ملک جم بیرون آورده و بسیار آب است. بشتاست نام این شخصیت داستانی در کتیبه بیستون و تاریخ هرودوت یونانی ویشتاست، ولی در شاهنامه فردوسی گشتاست آمده است. طبق مدارک معتبر تاریخی و تحقیقات دقیق باستانشناسی اکنون محقق گشته که بشتاست همان ویشتاست پدر داریوش اول بوده است. گلشن فین کاشان از تبار باغ قلعه های ایرانی است که به دلایل خاص خود بدین گونه و در چنین نظمی شکل گرفتند. اما بدون شک انتخاب این الگوی محصور در پناه دیواری بلند بی ارتباط با استفاده شاهانه از آن نیست، تا هم
در پناه برج و باروی آن امن و امانی یافته و هم به واسطه حجم و شکل و ارتفاعش که از درون و بیرون گلشن به رخ کشیدنی است، جلال و شکوه شاهانه را گوشزد کند. گلشن فین مجموعه‌ای شکل یافته در ادوار تاریخی است که آنگاه که شکلگیریش را به دوران آل بویه نسبت می‌دهند و توسعه‌اش را مرهون عهد ایلخانان می‌دانند و چه آنگاه که گفته‌های مبنی بر احتمال وجودش پیش از اسلام را به میان می‌آورند، هرچند این گفته‌ها چندان دقیق و روشن نباشند. از ابتدای دوره صفویه به همان نسبت که ثبات سیاسی بیشتر شد، تاریخ گلشن فین هم انسجام بیشتری یافت. این دوره ابتدای قرن دهم هجری قمری و مقارن سلطنت شاه اسماعیل صفوی است. پس از دوره 24 ساله حکومت شاه اسماعیل و در آخرین سالهای حکومت شاه طهماسب در سال 982 هجری قمری، زلزله سختی در کاشان حادث گردید که علاوه بر قریه فین، گلشن را به کلی ویران کرد. پس از زلزله، گلشن فین ویرانه‌ای بود تا اینکه در زمان شاه عباس بزرگ طرح گلشن جدیدی بر ویرانه‌های گلشن قبل ریخته شد. آنچه از این دوره شکل‌گیری گلشن مقارن با حکومت شاه عباس بزرگ مانده، اتفاقاً اصل و اساس گلشن فین است. چنان که فضای محدود شده‌ای در میانی برج و باروهای گلشن شکل گرفته که بر اساس ساختار و نظم فضایی گلشن ایرانی فضای هندسی و خالص به دست می‌دهد و در نقطه‌ای در میانه گلشن نیز کوشک یا بنای میانی قرار گرفته است. از فضاهایی که به طور یقین در دوران صفویه و به گاه سلطنت شاه عباس بزرگ بنا گردیده، می‌توان از کوشک میانی گلشن نام برد که در محور اصلی گلشن و در مقابل سردرخانه که خود بعدها گسترش یافته قرار گرفته است. محل قرارگیری کوشک مذکور که در نیمه بالایی گلشن واقع گردیده و عدم وجود اطلاعاتی مبنی بر وجود شاهنشین و یا فضای مشابه آن که کارکرد بالاخانه باغ را داشته باشد، این نکته را به ذهن متبادر می سازد که کوشک میانی خود کارکرد شاهنشین و بالاخانه گلشن را نیز داشته است. Thank you.
پس از شاه سلطان حسین، آخرین پادشاه صفوی، کاشان مورد بیمهری واقع شد و بسیاری از عمارت‌های آن رو به ویرانی گذاشت که گلشن فین هم از این مورد مستثنا نبود، تا زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار که دستور داد گلشن فین را بازسازی کنند. ساخت حمام بزرگ، خلوت نظام الدوله و شترگلوی قاجار از آثار بجامانده از دوران فتحعلی شاه است. بنای سردرخانه نیز هرچند که در طول دوران حیات گلشن و به خصوص در دوران قاجار و به گاه سلطنت فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه تغییراتی را شاهد بوده و توسعه یافته و تکمیل شده، اما به زمان شکلگیری اولیه گلشن در مکان جدید مد نظر قرار گرفته و بنا گردیده است. این نکته را به خصوص با توجه به اهمیت بنای سردرخانه در سازمان فضایی و عملکردی گلشن‌های ایرانی و نیز با عطف نظر به ساختارهای فضایی و محورهای داخلی گلشن فین میتوان به خوبی دریافت. لذا اگر بخواهیم که شکلی از گلشن دوران صفویه را بازسازی نماییم، سردرخانه با وجود تغییرات زیاد در آن نمودار خواهد بود. بنای دیگر به طور حتم از دوران صفویه به جا مانده حمام کوچک گلشن است. لذا آنچه شالوده گلشن مقارن دوران صفویه است، گلشنی محصور در میان برج و باروهاست که در مدخلش سردرخانه و در میانش کوشک و در مجاورش حمامی قرار گرفته است. هرچند دور از نظر نخواهد بود اگر تصور کنیم فضاهایی که کاربردی خدماتی داشتند در جای جای جدارهای گلشن قرار گرفته بودند و این البته از ویژگی‌های گلشن ایرانی است که در چارچوب نظام‌های خود می‌تواند موارد نیازش را در خود جای دهد. بنای امروزی گلشن فین که بر روی بستری از گلشن‌های قدیمی‌تر ساخته شده، باعث آن گردیده تا در بهترین نقطه مجموعه گفته شده قرار گیرد و هم توانسته باشد درختانی از گلشن‌های کهن‌تر را تا
سربرافراشتن سروهایش به آریت گیرند. سروهایی کهن که در میان مجموعه گلچنهای ایرانی مثال زدنی است. منبع آب گلشن فین از چشمه سلیمانیه است، چشمه‌ای که از بن صخره‌هایی به نام کوه دندانه در 6 کیلومتری غرب کاشان از زمین می‌جوشد. در باب وجه تسمیه این چشمه دو روایت وجود دارد. روایت اولی که قدیمی‌تر است، سلیمانیه را منسوب به معجزات حضرت سلیمان می‌داند. سکونت یهودیان در منطقه کاشان بدون ارتباط با شکل گیری این روایت نیست. اما روایت دوم سلیمانیه را منسوب به شاه سلیمان صفوی می داند که در دوران او گلشن فین مرمت و احیا شده است، که البته هر دو روایت شفاهی هستند و برای آنها سندی مکتوب موجود نیست، اما در فرهنگ عامه مورد قبول واقع شده است. مسیر آب جاری در جویها و آبنماهای گلشن به دو قسمت عمده تقسیم می شود. جریان اول که از حوض چهل چشمه و جریان دوم که از حوض وسط عمارت شترگلوی قاجار آغاز می شود. آب جاری شده از این دو نقطه هر کدام باز به دو قسمت تقسیم می شود. یک قسمت که در سطح جویهایی با کاشیهای لعابی روان است و قسمت دوم که به وسیله تنبوشه ها یا همان لوله های آب سفالی در زیر جویها به سمت فواره ها پیش می رود. به علت دائمی بودن آب چشمه، آب جاری در آبنماها و فواره‌ها هم دائمی است و به علت وجود شیب در سطح گلشن، ارتفاع سطح فواره‌ها از ابتدای جوی‌ها تا انتهای آنها که سر در خانه می باشد یکسان است. حضور فواره ها و آبنماها در گلشن فین همچون دیگر گلشن های ایرانی به جز کارکرد فضاسازی، تقسیم کننده کردهای گلشن به تقسیمات چهارتایی نیز می باشد. وقتی در گلشن فین گام بر می‌داری و از این سوی به آن سوی گلشن می‌دوی، هماره اندوهی جانکا وجودت را فرا می‌گیرد. اندوهی که از خاطره تلخ در تاریخ این مرز و بوم جان می‌گیرد تا بر روی عظمت و شکوه این گلشن غباری از غم بپاشد. در 18 ربیع الاول 1226 هجری قمری، حمام کوچک گلشن شاهد یکی از تلخ‌ترین واقعه‌های تاریخ این مملکت بود. رگ‌های میرزا تقی‌خان امیرکبیر به دستور شاه قاجار گشوده شد تا گلشن فین در ماتم و اندوهی ابدی فرو رود.